ایران در بین 177 کشور جهان از نظر فساد اداری در رتبه 144 قرار داره. به نظر شما راه مبارزه با فساد مالی و رشوه چی هست؟ حتما نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. همینطور میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکاران هم با شما تماس بگیرن. از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری میتونین در برنامه شرکت کنین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه های روی خط با شما همراه هستم. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد فساد اداری در ایران، جایگاه رشوه. احتمالاً این کلمات رو شنیدین، رشوه، زیرمیزی، پول چایی، حق حساب. آیا تا حالا رشوه دادین؟ یک برآورد مالی نشون میده که در جهان چه حجم بالایی در سال به این منظور تبادل میشه. آخرین برآوردها از طرف سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای زیرتر نشون میده که جایگاه ایران به دلیل توسعه نیافتگی و در واقع نقش دولت در بین 177 کشور جهان 144. جالب اینه که بدونین اون 33 تا کشور بیشتر درگیر جنگ‌های داخلی هستن و بحران‌های سیاسی اجتماعی. چرا رشوه میدن؟ چرا رشوه لازمه؟ چرا رشوه ناچارین بدین؟ آیا تا به حال این کار رو کردین؟ چگونه میشه باهاش مبارزه کرد؟ اقدام فرهنگی لازمه یا قضایی؟ با پرسش‌های از این دست برنامه امروز روی خط رو ادامه میدیم با از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر و پیامگیر برنامه. بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین. اما اول اجازه بدین گزارش ببینیم از همکارم رضا یگانه در این مورد، بعد برمیگردیم به ادامه برنامه و دیدگاه‌های شما. اقتصاد ایران بدون نفت قابل تصور نیست، اما همین درآمد به دولت اجازه می‌دهد که وضعیت معیشت شهروندان را تنظیم کند، به عبارتی پول نفت را توزیع کند. اما این توزیع درآمد که نام دیگرش سوبسید است، دولت را بزرگتر و بزرگتر می‌کند و بخش خصوصی را زمینگیر. گفته می‌شود که در سال‌های اخیر تولید ناخالص ملی ایران به شدت کاهش یافته، نرخ رشد منفی شده، نقدینگی 4 برابر، تورم 2 رقمی شده و بیکاری از مرز 3 میلیون نفر گذشته است. بانک مرکزی ایران میگوید بالغ بر 500 نفر 82 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند. با این شاخص هاست که فساد در نظام اداری ایران از مرز هشدار گذشته و ایران جایگاه 144 را در میان کشورهای جهان کسب کرده است. در واقع از دولت گذشته چه ارثی به ما رسید و ما با اون ارث کار رو شروع کردیم و آغاز کردیم. اولین روزهای بعد از انتخابات من با اولین مشکلی که مواجه شدم شرایط کالاهای اساسی در کشور بود. دولت حسن روحانی میگوید در سالهای رونق درآمدهای نقدی که با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مصادف شده بود، ایران با وجود رشد سرسام‌آور درآمد در همه زمینه‌های اقتصادی با نرخ‌های منفی مواجه شده و فساد به صورت لگام گسیخته رشد کرده است و دولت در این میان رتبه اول را دارد. از اعطای بورسیه‌های غیرقانونی، اختلاس 3000 میلیارد دلاری، معاملات کلان نفتی تاجر سرشناس بابک زنجانی، قرارداد 4 میلیارد ینی سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی با آقای زنجانی، پرونده اختلاس محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد تا 100 میلیارد دلاری که در خزانه دولت نیست. اما در تهران بزرگ، ماموران شهرداری همین هفته گذشته یک دستفروش را در اعتراض به عدم تمکین به درخواست آنان به قتل رساندند، در حالی که هنوز قوه قضاییه از افشای نام بدهکاران دانه درشت بانکی خودداری می‌کند. رضا یگانه، صدای آمریکا، واشنگتن. همونطور که در
گزارش بهش اشاره شد و مسعود هم بهش اشاره کرد. ایران رتبه 144 رو از بین 177 کشور گرفته. این طبق گزارشی هستش که سازمان بین‌المللی شفافیت این رو منتشر کرده. هر سال این کار رو میکنه و میاد آماری میده از رواج فرهنگ رشوه دادن و همینطور فساد مالی. همینطور که میبینین در این جدول ایران رتبه 144 رو گرفته، نمرش هم 25 از 100 هستش. ولی مسعود، این آمار که در اومد در ایران، خب به خاطر اینکه فساد مالی خیلی زیاد بود، فرهنگستان علوم هم اومد یک مطالعه دیگه ای رو کرد که طبق اون مطالعه که سرپرستش هم دکتر فرامرز رفیع‌پور بود، اومدن و گفتن که این خیلی سهلگیرانه این و خوشبینانه نگاه کرده به ایران. متاسفانه آمار در ایران خیلی بدتر از این هستش. اما یک آمار دیگه ای هم براتون آماده کردم. سازمان شفافیت بین المللی گزارش دیگه ای رو هم در مورد کشورها منتشر کرده. طبق این گزارش از هر 4 نفر یک نفر رشوه میده. مبلغی رو هم که براش مشخص کرده میگه رشوه پرداختی طی یک سال 1 تریلیون دلار هستش. کشورهایی که زیر 5% رشوه میدن استرالیا، بلژیک، کانادا، کرواسی و دانمارک هستن و من فقط کشورهایی که در رده اول قرار گرفتن براتون انتخاب کردم. کشورهایی هم که بالاتر از 75% در اونها رشوه دادن هستش لیبی و سیرالئون هستن. اما طبق همین گزارش درصد رشوه در سرویس های خدماتی مختلف همونطور که میبینین دستبندی کرده. بالاترینش در بخش پلیس هستش، پایینترینش در بخش انرژی هستش طبق این گزارش. اما جدول دیگه ای رو هم سازمان شفافیت ارائه داده، درصد رشوه در سرویس های مختلف. البته این رو اومده در کشورهای دیگه نگاه کرده، دوباره بالاترینش در احزاب سیاسی بوده، بعدش پلیس قرار گرفته، ارکان مذهبی بعد اون بوده. در قسمت احزاب سیاسی 51 کشور رو در توی این درصد قرار داده، گفته توی 51 کشور بیشترین آمارشون کسایی بودن که در این سرویس های خدماتی رشوه دادن. اما اجازه بدین یه نگاهی هم برای یه پیامگیرمون رو با هم یه مروری بکنیم. شماره تلفن پیامگیرمون رو که دارین 202-382-7205 منتظر پیام هاتون هستیم. پیامی رو هم براتون آماده کردیم، اجازه بدیم با هم میشنویم، برمیگردیم. در تمام بیشتر ادارات که مربوط میشه به کارایی بیشتر، شما گفتین اس نبرین نمیبرین، فساد بیشتر از حد معمول است. مثلا من یه خونه داشتم در شهرستانی هست، یک نفر به امضای من رو جر کرده، به نام خودش کرد، به هیچ جان دستم بر نیست چون آقا ده دارم وکیل پول فرامان. دیگه فساد پیش از اندازه فرامان است. با عرض تشکر فرامان محمود. بله، به آماری که روزیتا اشاره کرده بود این نکته رو میشه در تحلیلش اضافه کرد که بخش های خدماتی هر چقدر دولت کوچکتر باشه و بخش های خدماتی رو به بخش خصوصی واگذار بکنه، نظام اداری کوچکتر میشه و اون وقت در واقع فساد کمتر میشه. دولت نقشش رو به نقش نظارتی تقلیل میده و اون وقت با در واقع تدوین قوانین میتونه خیلی جلوی فساد رو بگیره. البته این شامل کشورهای در حال توسعه اگر بشه کار بسیار بزرگه. امیر از ترکیه با اسکایپ با ماست. امیر بفرمایید. امیر از ترکیه با اسکایپ با ماست. بس که ارتباط امیر برقرار نیست. امیر از تهران با تلفن با ماست. امیر بفرمایید. امیر شما آقای تقدیر. بفرمایید. من در مورد موضوع برنامه‌تون می‌خواستم که این مسئله فساد یه جورایی نهادینه شده تو مملکت. یعنی مثل این می‌مونه که من مثال بزنم براتون، توی خونه خودم مثلا دارم این چیزی رو می‌خورم، بعد به فرزندم بگم که تو اینو نخوری یا خوب نیست. از ادارات کوچیک بگیریم، ببینید وقتی کارمند ما، مدیر ما، کارگر ما از نظر مالی تأمین نباشه، مجبور رو بیاره به فساد مالی، رشوه گرفتن، رشوه دادن، یا حالا زودمیری، حالا هر چیزی که میشه بگذاشت.
وقتی من کارگر در ماه 1,000,000 تومان حقوقمه و ماهی 70,000 تومان اجاره خونه بردیدم، مجبورم جون دیگه تامین کنم نیاز خانوادم. اگر این تامین کردن میتونه زیر میزی باشه، رشوه گرفتن باشه، کلاهبرداری باشه، هر طوری که میشه توش گذاشت. ببخشید امیر، شما به دو تا نکته اشاره کردین، یکی بحث فرهنگی، یکی بحث اقتصادی. به نظر شما کدومش پررنگ تره؟ ببینید بحث اقتصادیش بیشتر به چشم میاد، چون از نظر مالی تامین نیست. نمیشه بگیم مثلا از نظر مالی تامین نیست، نه که فقط کارگرای نه عادت شده، یه طوری مثل غذا خوردن شده عادی برام. یعنی اگر این کار رو نکنیم احساس میکنیم که مثلا یه جای کارمون اشکال داشته یا یه جای کارمون رو انجام ندادیم. اگر روزمون مثلا راهنمای رانندگی، مثال کوچیک بزنم، همین راهنمای رانندگی، شما وقتی چراغ قرمز رد میکنید، به جای اینکه بیان شما رو جریمه کنن یا شما رو محروم کنن از رانندگی، میرن پشت پرده این تومن ازتون میگیرن، اونی که شما با پرداخت پول میتونین قانون رو بخرید. این نظر من. سپاسگزارم امیر از اینکه اومدی روی خط. بله، اینم یک بخشی از ماجراست. چقدر مسائل اقتصادی در این نظام فساد نظامی داری تاثیر داری؟ درسته، کاربرا خیلی بهش اشاره کردن، ماهان هم تقریبا با این شنونده و بیننده که تماس گرفته بود هم عقیده است. در اینستاگرام برامون این نظر رو گذاشته، میگه فساد اداری از پایین ترین سطوح اداری تا بالاترین سطوح اداری رواج داره. من در هفته میگه گذشته برای انجام یک کار اداری در اداره آگاهی که البته بی گناه هم بودم، فقط برای ترس از آبروی خودم و خانواده‌ام مجبور به پرداخت 2,000,000 تومان رشوه به یک سرگرد اداره آگاهی شدم، فقط برای ترس از آبرو. که البته اینها نظرات ما نیستش، نظرات بینندگانمون هستش، ما فقط منعکس می‌کنیم در برنامه. پیامی هم داریم که با هم می‌شنویم. بحث رشوه، رشوه گیری، رشوه دهی، یک بحثی که به نظر من یک بُعد جهانی داره و مختص کشور ایران هم نیست. ما نمیتونیم بگیم که فقط تو کشور ایران و تو ادارجات ایرانی هستش که رشوه داده میشه و رشوه گرفته میشه. حالا توی ایران اسمش پول چاییه، توی چین یه چیز دیگه است، توی انگلیس یه چیز دیگه است، توی امریکا یه اسم دیگه، تو هر کشوری یه اسمی داره و تو همه کشورها هست. حتی اخباری که منتشر شده بارها خوندیم که تو بعضی از کشورها که رشوه‌گیری‌های میلیارد دلاری، میلیون دلاری، خیلی رشوه‌گیری‌های بزرگی صورت میگیره در خیلی کشور اروپایی. اما اینکه در ایران رشوه گرفته میشه داده میشه، بله اینطور هست و به شدت امری محکوم هستش. همه باید این امر محکوم کنن، هیچ کس نمیپسنده این امر رو و دو طرف به نظر من دو طرف مقصر هستن، چه اون کسی که رشوه رو میده و چه اون کسی که رشوه رو میگیره. باید با دو طرف برخورد بشه و نباید گذاشت که حق هیچ کس ضایع بشه با این عمل. بله، این دیدگاه یکی از بینندگان برنامه بود. اگر کسی تجربه‌ای در این زمینه هم داره میتونه بیاد حتی با نام مستعار نظرش رو به ما بگه. جاستین از تهران با اسکایپ با ماست، بفرمایید، شما روی خطیم. سلام از کنم آقای سفیری. سلام، بفرمایید. آقای سفیری، من تجربه برای رشوه دادن ندارم، چون حقیقت تو کت من نمیره. حالا یه سری دوستای خوب داریم، البته اونام به عناوین مختلف بنده رو نمیدونم بالاخره سیرشون میکنیم، ولی نه با رشوه. مثلا خب یه حالای دیگه بهشون میدیم و اینا کاری نداریم، ولی منظور خیلی دیدم توی دوستان، مثلا تو قوه قضاییه بسیار رشوه دادن و خیلی هم دردناکه. حالا متهم بودن یا شاکی بودن، جاشون رو عوض کردن با این رشوه دادن. یا مستند، من الان کسی رو میشناسم توی اداره ثبت اسناد که ایشون حساب کنه توی برای سند زدن یه بخشی هست، برای سند زدن واحدهای آپارتمان، که ایشون حساب کنه یه پرونده از زیر میذاره بالا 200 تا 300 تومن میگیره برای سند زدن. حالا اون مثلا به خاطر مثلا تایم طولانی کردنش و تایمش رو عوض میکنه. حساب کنید سند شما اگر یک ماه آماده بشه، ایشون یک هفته آماده میکنه. حساب کنید روزی چند تا سند و ایشون
این کارو میکنه. حالا این توی مالیات، توی دادگاه، که توی پاسگاه، توی پاسگاه شما حساب کنید متهم هستی، بنده شاکی، مثال عرض میکنم، شما به نمیدونم پول میدی، بنده رو میکنی متهم، خودت میشی شاکی. این دقیقا نمیدونم اصلا آدم میمونه، میری شکایت میکنی، از اون بر مثلا یکی میاد رشوه میده، بر میگری. یعنی جایگاه رو خیلی راحت با پول عوض میکنن. این نظر بنده است. ممنونم جاستین. بله، حالا اینکه این یه هفته زمان چقدر تأثیر در سرنوشت یک واحد ساختمانی میتونه داشته باشه، این هم سواله. یعنی در واقع باید ببینیم که این نظام اداری چرا اینقدر به هم پیچیده و تنیده است و هم به هم ارتباط داره. اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه این بحث رو با شما ادامه بدیم. عرفان از کاربران فیسبوک صفحه روی خط میگه در ایران بازار آزاد وجود نداره تا رقابت در کشور وارد بشه. رقابت در یک کشور و در جهان سبب تولید کالاهای گوناگون و افزایش تولید کالا شده و ارزانی پدید خواهد آورد، اما نبود بازار آزاد سبب گرونی میشه. پس گرونی هم سبب میشه کارمندان ادارات که در قشر متوسط جامعه قرار دارن و به غیر از مستمری ماهانه منبع درآمد دیگه‌ای ندارن زیر فشار قرار بگیرن و با گرفتن رشوه کمبودهای مالی خودشون رو جبران کنن. این البته نظری کاملا متفاوت بود که ما داشتیم. یکی دیگه از کاربرانمون به نام لیلی میگه وقتی عدالت نباشه تنها با رشوه دادن میشه به هدف نزدیک شد. و در مورد شهرداری هم که خب خیلی بحث بود، البته فیسبوک ما اگه مراجعه بکنین ما هم گزارش براتون گذاشتیم در رابطه با علی چراغی که متاسفانه فوت کرده، واکنشی که آقای قالیباف داشته به این مسئله. کاربران هم واکنش‌های زیادی داشتن. زرتوش میگه که شهرداری تبدیل به یک مافیا شده. پیامی هم داریم که با هم میشنویم. شما یه اداره ای رو در ایران پیدا بکنید که نباید زیر میزی داد تا کار شما انجام بشه، چه از اداره پلیس بگیرید، چه از نیروی انتظامات بگیرید، هر جایی که بخواید برید شما باید این زیر میزی رو بدید، یا به نام نویس جلوی دادگستری یا چایخانه، همونطوری که آقای سفیدی گفتن. وقتی میلیاردها میلیاردها کشور گم میشه، شما حالا میگید زیری میزی. با برنامه روی خط صدای آمریکا هستین. فرهاد از آمریکا با ماست. فرهاد بفرمایید. درود به شما و تمام بینندگان. جناب سفیری، بیننده قبلی گفتن 2 میلیون تومان به یک سرباز دادن در اداره آگاهی، حتما رئیس آگاهی 20 میلیون تومان باید بهش داده بشه. ما نمیخوام راجع به کارمندی که 100 هزار تومان یا پاسبانی که 100 هزار تومان میگیره رش. و این دوستانی که میان میگن همیشه همه جای دنیا، من نمیدونم اینا کجا همه جای دنیا بودن. ما در مورد اکثریت صحبت میکنیم. اگه یک در مقابل 100 باشه اونو نمیان حساب بکنن. در تمام زمینه ها در اون کشور فساد. ما ببینید در رشوه های بزرگ من میخوام صحبت کنم، رشوه گیری های بزرگ. 100 میلیارد دلار اگه تو دولت گم میشه 94 میلیارد ثروت بیت رهبری هست. این مساویس یک به اضافه یک دو. این همچین چیزایی رو داره نشون میده. من میخوام یه سوال دیگه بکنم، کجای دنیا ارتشی یا پاسدارا، تمام مدیرعاملای باشگاه‌های ورزشی، استاندار، شهردار، مخابرات، همه اون کشور رو در دست میگیرن؟ مسلماً که هیچ کسی هم قدرت نداره از اینا بازجویی کنه. فساد از کجا باید به وجود بیاد؟ یه سوال دیگه من دارم جناب سفیری. بفرمایید. آقای ببینید خامنه‌ای که خودشون یک مجتهد میدونن، من نمیگم ایشون دزدی میکنن، ولی 94 میلیارد دلار ثروت دارن،
آقای فرهاد، شما به موضوعی اشاره میکنید که ما در مقام تایید یا صحت و سقمون منبع نیستیم، اون منبع خبری. اون در واقع یک تحلیلی بود که در حوادث 88 و بعد گزارش که خبرگزاری رویترز در مورد بنیاد خیریه‌ای که بنیاد خیریه برکت که زیر نظر بیت رهبری اداره میشه منتشر کرد، بنابراین شما به اون هم استناد کردین. میتونم باش بفرمایید. من یه آدم معمولی هم، شما نمیتونید، ولی اجازه اگر هم چیزی باشه، به هر حال هست، کمک هایی به فلسطین میشه، به لبنان میشه. آیا از اون بچه های صغیر، آیا از اون زن های بیوه در اسلام قانون این اموال اونا اجازه گرفته شده که پول اونا رو بگیرن و به اینای دیگه کمک کنن؟ منظور من اینه، اجتهاد نمیذاره. ببینید فساد در تمام اون جامعه هست، سالم نیست اون جامعه، در همه اجتهاد، در همه جاها به نحو مختلف میتونه در اون کشور فساد، جنایت و امثال هم انجام بشه. و متاسفانه اگر لحاظ اقتصادی ما فردا صبح مسئلمون حل بشه، لحاظ فرهنگی شاید سه نسل طول بکشه تا خیلی متشکرم. روزی تو با قبل از برنامه صحبت می‌کردیم، در یکی از نظرها اتفاقا به این مسئله فقهی بودن، یعنی در واقع راه فقهی، دلیل شرعی پیدا کردن برای این فساد هم اشاره شده بود. اگر فیسبوکمون هم، حالا تو که مسعود حتما دیدی، ولی کسایی که سری نزدن به فیسبوک ما حتما برین نگاه بکنین. یکی از بخش ها ما سوالی بوده که از خیلی از آیت الله سوال کردن، از آقای خامنه ای، از مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی و همینطور وحید خراسانی، که اصلا هدیه دادن به چه صورت هستش، آیا این موجب تفاوت در حکم میشه؟ خب آقای خامنه ای گفتن به طور کلی هدیه در محیط کار و از جانب ارباب وجوه یکی از خطرناکترین چیزها هستش، هرچی بیشتر از اون اجتناب کنیم به صرف دنیا و آخرت شما نخواهد بود. یکی دیگه از نظر آقای مکارم شیرازی بوده، میگه اگر جنبه رشوه داشته باشه حرامه، اگر جنبه رشوه نداشته باشه بلکه هدیه بدون چشم داشت باشه، هر گونه کار خلافی بوده باشه مانع نداره، ولی اگر خلاف در اون باشه خب خیلی حرام هستش. نظرات دیگه هم به همین صورت هستش، ولی کاربرانی که در مورد همین مسئله نظر داده بودن اشاره کرده بودن به صحبت آقای خامنه ای که گفته بودن این رو کشش ندین، و یکی از این کاربران به نام فلاحی نوشته، به کنایه نوشته اگر 3000 میلیارد باشه حکم شرعی اون که آقای خامنه ای میگن این هستش که آنقدر کشش ندین، چون ممکنه از جیب و آبروی ما بیرون بره. اجازه بدین یک پیامگیری هم پیامی هم دریافت کردیم، با هم میشنویم. میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخواری و مستی رو رسم نگه داشت، بیدادگری شیوه مرضیه نمیشد، ایران مرا دادرس و دادگری داشت. به حضور جلد شد که مسئله فساد در جامعه ما فعلا همه به یه نقطه ختم میشه. من خیلی ساده مطلب عرض میکنم برای همه همیانان عزیز قابل فهم باشه. ببین الان مثلا آقای ولی مطلقه یا رهبر اعلام میکند که آقایون کش ندهید، خب دیگه کسی جرأت نمیکنه کش بده. اگر ایشون بخواد جلو فساد بگیره، حالا به جای کش ندهید ایشون بفرماید که کش نروید، خب این جلو فساد گرفت نمیشه عزیز من، به همین سادگی. بله، این هم در واقع تلمیحی بود که در کلمه کش وجود داره و این بیننده ما استفاده کرده بود به استفاده بهنگام در مورد اون جمله. آقای جوادی از آمریکا با ما هستن. آقای جوادی بفرمایید. امیر ترکی از اسکایپ، امیر از ترکیه با اسکایپ میگه که با ما ارتباطش برقرار شده. بفرمایید امیر. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم. بفرمایید جناب سفیری، در پاسخ به این سوال که چرا دولت ایران اراده کافی برای برخورد با این موضع رو نداره، به نظر من بحث سر اراده نیستش. بحث حکومت و دولت اینه که نمیخواد این موضع حل بشه. چرا؟ این که بیشتر، خب اگر قرار بشه این موضوع بخواد حل بشه، باید ماهیان حقوق به من ماهی 3000 دلار بدن و پول نفت به من بدن، و این خب عملا جو در نمیاد و اینا مابقی اون حقوقی رو که یک نفر باید که
حق اون هست، حق شهروندی اون هست بابت اون کاری که انجام میده، اینو باید تمام و کمال بهش پرداخت بکنه. حالا من اینو میخواستم خدمت شما عرض بکنم بفهم. جناب سفیدی، که در بحث های اختلاس های چند هزار میلیاردی کلن زنجیروار به هم متصلن و اگر ما بخوایم این بحث رو دنبال بکنیم که در نهایت خب میرسه به اون شخصایی که در رأس حکومت یا دولت هستن. حالا اگر ما در بحث های دیگه مثل شهرداری ها و شوراها و مجلس، که من اگر بخوام یه نمونهشو واسهتون مثال بزنم که خودم در اون حضور داشتم و یکی از رشوه‌های خودم دادم در شهرداری بود، چون من کارم مرتبط با شهرداری بود و عملا از ابتدا که من میخواستم پروانه کار بگیرم و تا زمانی که پایان کار به من ارائه میشد، من باید میلیون ها میلیون تومن باج میدادن به آقایون، حالا مهندس، آقایون نمیدونم ناظر و معاونت فنی. چرا مگه کار شما قانونی نبود؟ ببخشید، شما چرا متوسل میخواستیم بشین به رشوه؟ خواهش میکنم، بحث سر اینه که جناب سفیری اگر من این رشوه رو نخوام بدم، اوشون کار من رو انجام نمیده. چه کاری رو انجام نمیده؟ ببینید، مثلا فرض میکنید که شما یه ساختمون داریم میسازین، آیا پروانه کارتون رو دیر میدن؟ مزاحم کارتون میشن؟ چه اتفاقی میفته؟ واقعا روال قانونی رو شما فرض کنید که شما میخواین روال قانونی رو طی بکنید. بله، روال قانونی اون چیزی که تعریفش در ایران هست با اون چیزی که در به مرحله اجرا میرسه دو تا چیز متفاوت هست. من اگر رشوه رو که اونها میخوان از من، یعنی جوری رفتار میکنن که من باید این رشوه رو بدم، چرا؟ چون وقتی نقشه های من کامل آماده هستش و هیچ مشکل نداره، اینا منو میگن برو فردا بیا، برو دو روز دیگه بیا، شیه کار منو عقب میندازن و در نهایت خب کاری که قرار هست 2 سال تموم بشه 4 سال تموم میشه و این در نهایت به ضرر من هستش. بله، سپاسگزارم امیر از این که اومدی و نظرت رو گفتی، تجربه شخصی بود. علی از تهران هم با ما، شما روی خطین. علی بفرمی. با درود به شما. بفرمی آقای سفیری، خواهش میکنم که بحث نکنید حرفای منو. اگر که لطفاً اگر که میخواین خواهش میکنم، اگر که تجربه شخصی میخواین ذکر کنید، لطفاً از کسی فرد خاصی نام نبرید. بفرمایید. نه 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 نه، من کاری ندارم. من نظرم با نظر آقایی که به نام فرهاد از لس آنجلس صحبت میکرد خیلی نزدیکه. بلد. فقط یه چیزی رو ایشون نگفت. ایشون صدای علی قطع شد. اگر ارتباطشون برقرار بشه شما مجددا برگردین روی خط. اگر که صدای من رو میشنوید، همکاران منتظر شما هستن. روزیتا، یکی از کاربران میگه که این بلا دامنگیر مجموعه سیستم شده، از معلم دبستان تا مدیران ارشد اقتصادی، اسمش هم میگذارن هدیه، دلیل هم فراوون براش میتراشن. یکی از راه‌های جدید رشوه توسط مدیران این هستش که رشوه رو منشی یا رئیس دفتر به عنوان واسطه میگیره تا اگر عواقبی داشت مدیر اصلی اون رو رفع و رجوع بکنه. طبق معمول ضعف نظارت باعث رشد این پدیده کثیف شده. اما همونطور که اول برنامه طبق اون ولی که سازمان شفافیت بین المللی ارائه داده بود، این مسئله و این موزل فقط مختص ایران نیست، این گریبانگیر خیلی از کشورها هستش. به همین دلیل ویدیوهای تبلیغاتی زیادی هم براش درست کردن. یکی از این ویدیوها رو براتون آماده کردیم، با هم میبینیم.
مهمترین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا. حسن از باکو با ماست. حسن بفرمید با اسکایپ. سلام آقای سفیری. سلام بفرمید. خانم ایران دوست، خسته نباشی، وقتتون بخیر. بفرمید. عرضم به حضورتون آقای سفیری، تو مملکتی که سقش از کارمندای دولت رو مرفع نکنه مسلما رشوه هستش. البته تو ایران این مسئله بیداد میکنه. آموزگاران، بازپرسایی که تو دادگستری کار میکنن و پزشکان، متاسفانه اینا تو مملکت ما هیچ کدوم حقوقشون اکتفا نمیکنه هزینه زندگیشونو. ولی این در مورد پزشکا صدق نمیکنه اصلا، فکر میکنم. البته این یک توصیه تاریخی هست که به عنوان یک ضرب المثل هم در فرهنگ‌های مختلف رواج پیدا کرده که میگن جامعه سالم جامعه‌ایه که آموزگار و قاضی به اندازه کفایت حقوق بگیره. اون وقت هم نظام عدالت سالمه، هم نظام آموزشی سالمه، انسان‌های سالم پرورش داده میشه. اما پزشکان جوان در ایران البته بیکار هستن، منتها پزشکا در ایران از درآمد خیلی خوبی برخوردارن. بله مسلما، البته خب هستن تویشون، چون من خودم به واقع با چشمم میدم. بله آقای سفیری، حقیقتا من 10 سال پیش تو گوهردش کرج مغازه داشتم. بله البته عذر میخوام وقتتون میگیرم. روز جمعه مسابقه فوتبال استقلال پرسپولیس بود. من بله. یک نیم ساعتی مغازه رو بستم رفتم خونه که برای صرف غذا برگردم بیام زور. برگشتم اومدم دیدم مغازه خالی شده، مغازه من صبح روز روشن خالی شده. رفتم تو کلانتری گوهردش سر خیابون هشتم، گفتم جناب زنگ زدم سر دم اومد، بعد پلیس دست زد به شیشه مغازه فلان اینا. گفتم شما بر چه مبنای این دست زدی به این مغازه؟ اینجا تاریخ دوز اومده سرقت کرد اینجا رو. بالاخره رفتیم ما کلانتری، کلانتری رفتیم، علنا خود ماموره برگشت به من گفت آقای حسینی پول بده من واسه دزد پیدا کنم. واقعا نفرت آوردم. همین مسئله باعث شد سبب عزیمت من از ایران. دل کردم اومدم مملکت رو. واقعا بیداد میکنه. آقای سفیری عذر میخوام وقتتون گرفتم. ماهی از سر گنده گندت نیزه دوم. سپاسگزارم. من حسن سپاسگزارم. علی از تهران ارتباطش قطع شد، ما ارتباطش برقرار شده. علی شما روی خطیم، بفرمایید. با درود مجدد. بفرمایید. ایشون هم درست گفتن، کلمه آخرشون فقط. ما بقیه جملات ایشون داستان سمرقند و بغداد بود. ببینید این مردم عزیز ما، منم مثل یک ایرانی مثل شما همه رو دوست دارم و به همه احترام میذارم و نمیخوام به کسی اهانت و چیزی بکنم، ولی یک نقطه ظریفی این تو هست که مردم ما، شما از صحبتاشون توجه کنید، ببینید دائم در حال مدارا کردن با این رژیم هست. یعنی هر کی داستان خودش رو تعریف میکنه، یکی از سمرقند میگه، یکی از بغداد میگه، یکی از مغازش میگه، یکی از فوتبال میگه، یکی از چی میگه. اینها دوای درد ما نیست. آقا گفتن ماهی از سر میگنده. ببینید مسئله این مردم ما ایرانی ها تا کی میخواییم تو خواب غفلت بمونیم؟ 30 سال این کار را با ما دارن میکنن. آقای علی ولی یه نکته اگر که علی علی صدای منو میشنوین شما، ببینید یه نکته‌ای هم که بود حتی پیش از انقلاب 57 هم به بحث رشوه در ایران اشاره می‌کردن. حالا در ادامه برنامه ما یک بخشی از یک تئاتر رو هم برای شما پخش خواهیم کرد که وقتی که هنر وارد عرصه میشه، یعنی اینکه یک موزل اجتماعی خیلی چشمگیره. حتی مثال می‌زدن در مصاحبه‌های مختلفی از محمدرضاشاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، سوال کرده بودن حتی در مورد رشوه. در واقع یک بخشی از رشوه برمی‌گرده به توسعه نیافتگی دولت. بفرمایید. دقیقاً. ببینید دوران محمدرضا پاک شد دیگه. تمام شد. حالا می‌خوایم برگردیم به عقب از محمدرضا شاه مثال بیاریم، خب داستان طولانی میشه. میره دوباره به سمرقند و بغداد. نه،
چاره ما چیه؟ چاره ما در مقابل این مشکلات، این بدبختی ها چیه؟ فقط رشوه نیست که، خونم هست، کشتنم هست، گرفتاریم هست، گرفتنم هست، بدون دلیل، بدون هیچ گونه گناهی. فقط با رنگ لباست هم کار دارن. مسئله رشوه نیست، رشوه یکی از بدبختی های ماست. وقتی که آقایی را که ده ها نفر را بیگناه فرستاده به زندان، آقا قاضی بوده و چقدر پول خورده تو این مملکت فلان کرده، اون یکی هم چه میگه کشش نده. آره کشش بدی کش پاره میشه دیگه، بالاخره کش هم یه حدی داره، بعد از اون حدش مقاومت نمی کنه، پاره میشه و میترسن از پارگی اون کش. متوجهید؟ آقا را 200,000 تومن جریمه میکنن و هنوز هم میبرن میارنش راحت هم توی خیابونا داره میگرده و بوقلموی خودشو میخوره، خاویار کیلویی 2,000,000 تومن، 7,000,000 تومن، 12,000,000 تومن هم رو صبونه شونه. ببینید ما این ملت داره مدارا میکنه. ما تا چی میخوان؟ کشاورزای ما، کارگران ما، طبقه متوسط ما یا طبقه مرفه ما، همه ما ایرانی، هیچ فرقی نمی کنه. تا چه می خواهیم وقتی که داریم صحبت می کنیم یا فکر می کنیم یا عمل می کنیم به شکل مدارا با این رژیم عمل کنیم؟ این کار درست نیست. این ما را به کجا می خواهد برسونه؟ به کجا می خواهد ببره؟ ما باید بریزیم بیرون، بیاییم بیرون، مثل سال همون سال فتنه. علی من سپاسگزارم. البته موضوع برنامه ما با در واقع مبارزه با فساد بود. ممنونم علی از اینکه اومدی روی خط. بله به هر صورت مباحث اجتماعی بسیاری در مورد فساد اداری مطرح میشه که خارج از کنترل ماست. ما در مقام تایید یا رد اونها و این دیدگاه ها نیستیم. برنامه روی خط برنامه بینندگان صدای آمریکا است. روزتا یکی از کاربرانمون به نام احسان میگه بعضی وقتا اینقدر در قوانین سختگیری های بیمورد وجود داره که آدم رو مجبور به رشوه دادن میکنن تا از شرشون خلاص بشی، گرچه در کشورهایی که به دو قطب اقتصادی تبدیل شدن، قطب پولدار با رشوه دادن کارهاش رو به سهولت انجام میده. این نظر احسان بود. اما مسعود اشاره کرد به اون تئاتر. خیلی از شماها اسم شهر قصه رو شنیدین، خیلی از شماها هم حفظش هستین. اجازه بدیم بخشی از شهر قصه رو که در همین رابطه هم هست با هم بشنویم و ببینیم. هر چیزی تکلیفی داره، هر کاری آدابی داره، فول بگیری نیاز داره، زن بگیری جهاز داره، تیارت بری بلیت میخواد، هر جا بخوای یک دری رو باز بکنی بلاغره کلید میخواد. حالی چود؟ نه والا چقدر خنده ماشالله. ببین جونم، به اصطلاح علسون و ولسون، پول چایی رو چه کار کن؟ چه از کنم؟ براسون. در رابطه با سیرمیزی یا رشوه بهتر بگیم پارتی بازی زیاد میشه. الان وضعیت بیشتر ادارات و جایی که مراجعه میکنیم بهش، از هر اداره بگیش متاسفانه چه آقایون خوششون بیاد چه بدشون بیاد، اکثر جاها باید اگه در وله اول پارتی باید داشته باشی، در وله دوم پارتی نداشته باشی، باید متاسفانه پول بدی که کار را بیفته. یه جنبش هم بعد میگرده به خود مراجعین، خود مردم هم یه طوره بعضی وقتا دوست دارن که با پارتی یا با پول کارشون را بیفته و این هم باز بر میگرده به عدم استفاده صحیح از قانون. یه مواقعی قانون رو برای کسایی که میخوان اجرا نمی کنن، یه ماده تفسیری میزنن بندش ردش میکنن، برای اون کسی که هم نمیخوان اجراش میکنن میچزونش خوبم. البته اینو هم بگم، خیلی از افرادی هستن که الان دارن از خودشون شروع کردن دارن مبارزه میکنن با این وضعیت. من دیدم ازشون و به نظرم باید یه انقلابی بشه در واقع همین رشوه نگرفتن و همون زیرمیزی تو سطح ادارات، تو کل سطح کشور سعی کنیم
قانونمدار باشیم تا اینکه دنبال پارتی و رشوه دادن بگیم. سرکاری هستم، شبتون بخیر. بله، جعفر از آلمان با ماست. جعفر بفرمایید. با درود به خانم ایراندوز و آقای سفیری و کلیه شنوندگان. بفرمایید. آقای سفیری، من از در بکنی بیرون از دیوار میام بتون. خواهش میکنم، شما از شما تجهیز بیارین از شب. بفرمایید. بدون اینکه ما چیز بکنیم فوری صدای ما رو قطع کردی، ولی علی آقا که میاد نور چشمی دیگه، کارش هم نمیشه کرد. خب ولی بمانه. بفرمایید. آقای سفیری، ما رکورد زدیم. ما اولیم از در عقب. خیلی ما عقبیم. پدر بیامرز، در مملکتی که آموزش پرورشش، کارمندش، معلمش تأمین نیست، مجبور بره رشوه بگیری یا بره اضافه کار بکنه، در مملکتی که واقعا پزشکایی هستن که شما میگی وضع پزشکا خوبه، نه همه پزشکا وضعشون خوب نیست. بله من گفتم همه نه، وضعشون خوبه که میتونه پدر و مادرش، پدرش بیان یه پول انگفتی داره برایش دفتر دستکی میزنه، برای چه سازمان داره زد میکنه. خیلی از پزشکا هستن که اصلا تو ایران واقعا محتاج نون شبن، تاکسی کار میکنن. باور میکنین؟ بله بله، ما آماری که منابع داخلی ایران هم میدن، حرف شما کاملا درسته، من اونجا هم تاکید کردم. دادگستری، پلیس، اینا باید تأمین باشن که دست به این کار نزنن. بله. متاسفانه شما میخوای بری به فرض، من یه افسرم، یه سروان مال ژاندارمری هستم، میخوام به این پست بدن، میگن 4 میلیارد بده تا پست پاسگاه ژاندارمری گناور بهت بدیم، میگم 4 میلیارد بدن، میگه 3 ماهه درش میاری، 3 سال اونجا هستی 400 میلیارد بلند میکنی. گمرک همینه، هر جاییش دست میذاری خانه از پای بس ویران است. امیدوارم که دوستان بیان نظر بدین و واقعا بگین که تا پلیس تأمین نباشه مجبور دست به این کار بزنه. متشکرم. مایک را خدا نگهدار. داوود هم از هلند با ماست. داوود بفرمایید، شما روی خطیم. بخیر میگم شما دکتر عزیز و امیدوارم کارتون خوب باشه. و جناب سفیری دادچی بخواید، موضوعاتی که تو این چند شبه اخیر انتخاب کردید انقدر جالبه، به انقدر من از خوشحالم که نمیدونم چجوری برام کنم، بخواید اینکه تماما متفاوت با این اصلا بودم 35 ساله اخیر من از دوران آقای بهاءالله نازنین با شما دارم تماس میگیرم. سپاسگزارم. بفرمایید. خواهش میکنم. اون زمان نوجوانی امیدوار بودم، امروز فرد میانسالی تقریبا ناامیدم، اما باز هم دست از تلاش بر نمیدارم. ذاتش رو بخواد جمع سطحی تو تعریف حقوقی رشته اومده که اون که به کسی بدهند و کاری بر خلاف وظیفه خود انجام دهد یا حتی کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی بر خلاف حق و عدالت بدهد. اون تعریف حقوقی رشوه است که توی کتاب اومده. اما شما وقتی به کسی رشوه میدید، رشوه پرداخت میکنید، در واقع توانایی های اون شخص رو برای رسیدن به مطلوب خودتون میخرید، در اصل اون شخص رو میخرید. بله. بله. اما چرا تو ایران داره اتفاق میفته؟ همه جای دنیا هست، بعضی از دوستان گفتن درست هم هست، همه جای دنیا ممکنه که اتفاق میفته، اما چرا توی ایران؟ بخاطر اینکه تو ایران شکل درآمد بر اساس تولید نیست، بس از ناحیه استخراج نفت میاد. بله. برای همین مبلغ هنگفتی از پول به وجود میاد که هیچ صاحب حقوقی نداره و مشکل موقع توزیع این مبلغه که افرادی سر راه این توزیع هستن که نه استحقاق، نه توانایی و نه آشنایی و نه تخصص این برنامه رو دارن. ببینید در واقع اینطوری هستش. اما این از جهت اقتصادیش. بله. ولی رشته در اصل بگر از جنبه مادیش نشوندنده پایبندی و حساسیت افراد جامعه به معیارهای اخلاقیه. این اتفاقات توی جامعه میفته که وقتی مدانش میاد توی شب شعر با لودگی به پروین اعتصامی افتخار شعر ایران توهین میکنه، هیچ کس کفن‌پوش نمیشه، ولی برای شعر نقی همه کفن‌پوش میشن. وقتی اون ناظم بسیجی میاد به بچه‌ها تجاوز میکنه، میگن این یه کشش دو طرفه بوده و اصلا اتفاق نیفتاده. میدونید این جامعه دستش موضوعی گذاشتی یا سفیری که نمود فروپاشی جامعه است، نه دلیلش، یعنی پله‌های آخر دیگه.
باید اینکه وقتی فساد و رشوه به این حد میرسه و شما نیازمندید برای هر مناسبت کاری رشوه پرداخت بکنید، یعنی اینکه دیگه هیچ قانونی وجود نداره. ممنونم داود، سپاسگزارم. میتونم ادامه بدم؟ بفرمایید. یک جمله اگر کوتاه بفرمایید چون زمان برنامه روی خط محدوده. بفرمایید. رشوه مختص این 20 سال 40 سال نیست. بله. اما یه اتفاق دیگه افتاده. وقتی که رژیم شاه سقوط کرد، گفته نشد که رژیم شاه سقوط کرد. گفتن که 2500 سال استبداد سقوط کرد. 2500 سال شاهنشاهی. و امروز روز روی کار آمدن اولین حکومت الله بر روی کره ارضه. اما نشد. پس مشخصه شما هر موضوعی که انتخاب میکنین آخرش میخوره به دین متاسفانه و نمیشه کارش کرد. اما نشد. این حکومت الله روی کار نیمه. داود سپاسگزارم. ممنونم که اومدین روی خط. من با شما خداحافظی میکنم. روزی تا. سایت الف مطلبی رو منتشر کرده بود به نقل از نماینده تهران که گفته برخی کارمندان اداره مالیات از مردم درخواست رشوه میکنن. در این مطلب اشاره کرده که خب خیلی از مردم اعتراض کردن نسبت به رفتار این مالیات گیرنده ها. کاربری هم نظری نوشته بود و گفته که مردم برای هر فعل یا شی پرکاربردی بیشترین واژه ها رو میسازن. متنوع ترین کلمات برای واژه رشوه رو به کار میبرن که یکی از اونها هدیه هستش، پول چای، زیرمیزی و خیلی از کلمات دیگه. میگه ما مردم خودمون دوست داریم این طور باشیم، از اول هم بودیم و این موضوع تاریخی هستش. یکی دیگه از کاربرانمون در صفحه فیسبوکمون به نام ناصر میگه سازمانهایی که رسماً و بدون هیچ ترسی رشوه میگیرن شهرداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی هستن و سردمدار همه اینها قوه قضاییه و دادگستریه که با رشوه گرفتن خیلی راحت حق رو به ناحق تبدیل میکنه. پیامی هم داریم با هم میشنویم. پرداخت رشوه متاسفانه توی این مملکت هیچ کاری پیش نمیره. بنده یه پروژه‌ای رو شروع کردم با اعتباری هولوش 400 میلیون تومان. باور بفرمایید نزدیک 180 میلیون تومان فقط من رشوه پرداخت کردم. آخرشم نتونستم پروژه‌مو افتتاح کنم و به کلی مشکل برخوردم. من از شهرستان قدس تماس میگیرم. میخوام بگم که متاسفانه فساد تنها فساد مالی نیست که توی تمام ادارات هست، بلکه ما یه فساد دیگه داریم توی ادارات که به اون میگن فساد فامیلی. یعنی این که وقتی کسی زنگ بزنه توصیه بکنه خیلی راحت حق و ناحق میشه. بله، آقای زند از تهران با ما هستن. آقای زند بفرمه. سلام خدمت شما و همکار محترم. بفرمه. عرضم حضور آقای سفیری، در چند دهه پیش حرام و حلال با هم دشمن بودن، اما در این مملکت حالا دست به هم دیگه برادر شده. یعنی حرام و حلال دیگه الان فاصله ای نداره در این مملکت. عرضم حضورتون این زخم نهادینه شده در جامعه ایران، یعنی ریشه دوانده در ادارات و در جایی هم که حتی شرکت های غیر اداریه. درزم از زیر پول چایی و اینا دیگه در اومده. نگاه به این کار میکنن، ببینن چقدر پورسانتشو میخوان علنم. اینطوری نیست که کسی به طرف دیگه از رشوه گرفتن. میگه آقا این 100 میلیونه 10 میلیون شما میگیریم. یعنی الان دیگه اینطوری شده. یعنی اینطوری نیست که رشوه دیگه آر باشه و من باشه. همین حکاتی حرام حلال ده پیشه. درزه میخواستم خدمت رو عرض کنم که پرونده دزدی، اسناد پرونده ها رو در این ادارات به طور کلی جا به جا کردن، به سرقت بردن و بعضی موقع اومدن به صاحب پرونده تحویل دادن، این یکی از اون معضلاست. حالا این چرا اینطوری میشه؟ کار به اینجا کشیده میشه؟ قانون مشخص نیست. اگر توی اداره قانونش مشخص باشه که آقا قانون اینه دیگه، پلو آقا نرو پول بده، پلو این قانون رو نمیدن، نمیدونن چیه و نمیدونیم چیه اصلا قانون. اینه که رشوه یا پورسانگیری هستش همه جا، هیچ شکی هم توش نیست. در ایران من خودم با این مسئله برخورد کردم. چند روز پیش یکی از اعضای شورای شهر به شهردار تهران آقای قالیباف گفت آقا این رشوه گیری در شهرداری بیداد میکنه. بله. چی گفت؟ جواب نداشت بده. واقعا همینطوره. یکی از بیشترین اداراتی
که رشوه میگیره همین شهرداریه. بیشترین شکایات در دستگاه قضا هم همین شهرداریه، به ترتیب بقیه هم هستن. فقط مبهم بودن قانون باعث میشه که مردم نتونن به قول معروف سراغ دارا گم بکنن، سراغ دارا پیدا کنن برای کارشون. این هم خودش همین کارا رو میکنن. و این چون نهادینه شده در جامعه ایران و صنعت پولسازی هم هست، سادگی نمیشه ریشش در آورد. مگر موقعی که وارد یه اداره میشی کسی باشه به راه نمایید کنه یا تابلو راه نما داشته باشه، وگرنه فعلا داره پیش میره با همه حرفایی که میزنن تقریبا درست میگن. امری باشه در خدمت. ممنونم آقای زن. شهرام از استرالیا با ماست. شهرام بفرمایید. امیدوارم که سایر دوستانتون هم بیان از استرالیا تو برنامه ما شرکت کنن. الو سلام، وقتتون بخیر. بفرمایید شهرام. سلام وقتتون سلام بخیر. بفرمایید، ما صدای شما رو داریم. بفرمایید. ببخشید من چون یه مقدار مساحت دوره شاید صدا با مکس بیاد. بفرمایید. عرضم به حضورتون که دو تا از دوستانمون که یکی پیغام گذاشته و یکی از دوستانمون که از هلند فرمودن که رشوه‌گیری در سطح دنیا هست. اول که من به این دوستان نمیخوام نه توهینی بشه نه جسارتی بشه، متاسفانه این رشوه و رشوه دادن فقط تو جهان سوم میشه دید. یعنی شما توی کشورهایی که قانون داره نمیشه دید رشوه رو. و این ایرانی که ما توش زندگی میکنیم و قانونی که توی ایران هست، چون قانون نیست رشوه هست. به مثال بخوام به شما بگم که اگر کسی که رشوه داد کارش پیش میره. این همه دوستان زنگ زدن امشب به برنامه شما و اعلام کردن دونه دونه که در چه ارگانایی هست و برای اینکه کارشون پیش بره دارن این کارو میکنن. شما این همه مطرح کردید از رشوه، ولی اگه کسی نخواد رشوه بده جرمش چیه؟ اینو میتونید به من بگید؟ ما در مقام پاسخگویی نیستیم، احتمالا بر مبنای تجربه هایی که اعلام شد کارش دیر را میفته یا انجام نمیشه. من تجربه شو امتحان کردم، میخوام به حضورتون بگم. بفرمایید. من شخص نوعی که نخواستم رشوه بدم مملکتم رو ترک کردم. چرا؟ و منو محکوم کردن. دقیقا اینو میخواستم بهتون بگم که منو محکوم کردن پای این که چون من نخواستم رشوه بدم و منو محکوم کردن که شما نوعی خواستید به من رشوه بدید. یعنی توی ایران اولین چیزی که به شما گفتم قانون نیست و کسی که رشوه میده کارش بخواد پیش بره و کسی هم که نخواد رشوه نده محکوم میشه. اینو خواستم به سردارداران ایران بشنون. سپاسگزارم. امیدوارم که صدای شما رو شنیده باشن. شهرام روزیتا واقعا یکی از کاربرانمون هم به همین مسئله تقریبا اشاره کرده، به نام علی میگه متاسفانه قباحت و زشتی رشوه دادن و رشوه گرفتن در بین افکار عمومی مردم ایران کم رنگ شده و برخی نه تنها به این کار به عنوان یک کار بد نگاه نمی کنن و شرمنده نمیشن، بلکه خوشحالم میشن و شاید این کارشون رو به حساب زرنگی خودشون بذارن. در انتها هم اشاره کرده که اگر قباحت دزدی هم از بین بره، دزدی زیاد میشه که متاسفانه داره این اتفاق میفته. پیامی هم داریم، با هم میشنویم، برمیگردیم. عادی وقتی کارشون به ادارات و جاهای دیگه میفته، برای اینکه کارشون راه بیفته مجبور به رشوه و ارتشا میشن و به نظر میرسه این یک نوع فرهنگ ما بین مردم عادی و اداری ها شده و انکار ناپذیر هم هست و هیچ اعتراضی هم در این مورد دیده نمیشه. برای اینکه گپه این موضوع رو هم از بین ببرند و به اسم پول شیرینی اکثرش کسی که کارش راه افتاده این رشوه رو طلب میکنن و ای بسا این پول زور هست. با تشکر، مهدی هستم از ایران. حامد هستم از کرمان. عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خودش. در ایران قوه قضایی مجری عدالته و باید حق رو به حقدار بده. پرونده‌ای دارم 5 سال در کرمان. متاسفانه طرف پرونده من خودش در دادگاه 3 دفعه اقرار کرده و تمامی مدارک و شواهد حاکی از اینه که ایشون متهم است، ولی متاسفانه ایشون با پرداخت رشوه توانسته 5 سال پرونده من رو معلق قرار بده. آرزم که مدت 1 ساله برای ثبت یه دونه صورت جلسه تغییرات اقدام کردم. بیش از 10 بار این صورت جلسه به عناوین مختلف عدد داده شده. با توجه به اینکه
تماما اینترنتی اطلاعات ثبت میشه. در حال حاضر در همون اداره افرادی هستن که در پشت همون شرکت به ما پیشنهاد رشوه دادن که ظرف یک هفته این اظهارنامه رو برای من ثبت کنن. نه تنها در این اداره، در تمام ادارات دولتی ایران کلن اصلا رشوه چه تو شهرداری چه مرکز انتظامی برقرار هستش. متشکرم، خدا حافظ. بله، مشعل از شیراز با ماست، بفرمایید. الو، سلام. بفرمایید. آقای ظفیری، سلام. سلام، بفرمایید. اون صحبتی که میخوام بکنم در رابطه با کشور دیگه است. بله. درست، اکثر کشور رو روشه میگیرم ولی فرق میکنه. بله. نمونهش در دو دهه قبل که اگر یادتون باشه تو ژاپن به نخست وزیر ژاپن یک کادو داده بودن، بعد خبرنگارا اینو عنوان کردن نخست وزیر خودش خودکشی کرد و خودش رو کشت. حالا دیگه خودتون در نظر بگیرید در کشور ما به چه صورت میمونه رشوه گرفتن و رشوه دادن. اگه خراب باشه همه خودکشی کنن، تعداد جمعیت خیلی میاد پایین و فکر کنم پول نفت و اینا کفاف تمام زندگی مردم میده. خیلی ممنون، ممنونم آقای خدا. ممنونم که اومدین روی خط. آقای جعفری از دزفول با ما هستن. آقای جعفری بفرمایید. سلام علیکم. سلام آقای جعفری، بفرمایید. ما زمان کمی داریم، بفرمایید. الو، اگر لطفا تلویزیونتون هم خاموش کنیم. بفرمایید. سلام. سلام علیکم. بفرمایید. سلام آقای شفیع. بفرمایید. حال شما خوبه آقای شفیعی؟ ممنونم، بفرمایید. خوب هستین؟ ممنون، بفرمایید. خوب هستین عزیزم؟ آقای جعفری زمان ما کمه، بفرمایید. ممنونم آقای جعفری. برنامه‌تون، چون برنامه خیلی خوبی دارین، مشکلات و معضلات ایران بسیار بسیار زیادن و من واقعا تشکر میکنم از این که این برنامه‌تون همیشه ادامه داره. با این مشکلات من خودم جانبازم، جانباز شیمیایی و اعصاب روانم، الان بیکارم. هزاران هزار پیام دادم به مسئولین رده بالا، به مشکلات و اینا رو هم به اصطلاح گفتم، توضیح هم دادم. اینا بماند، اینو من میخواستم بگم که توضیح بدم که کسی که واقعا مشکل داره و این همه گرفتاری داره با چه بدبختی هایی گریبانگیره. من یه بچه داشتم معلول، الان هستش به اصطلاح نزدیک 20 ساله. من میخواستم اینو به اصطلاح عملش کنم. آقای جعفری، امیدوارم صدای شما رو بشنون. آقای جعفری، من از شما باید خداحافظی کنم، عذر میخوام، با برنامه روی خط هستین، در آخرین دقایق همراه ما بمانید. در فضای مجازی خبرهای زیادی هستش. یکی از اونها یک دختر ایرانی مقیم بلژیک هستش که از هواداران تقریبا ثابت تیم ملی والیبال ایران در دیدارهای اروپایی در ماهای گذشته به حساب اومده. موفق شده تا بازیهای این تیم رو در مسابقات قهرمانی جهان در لهستان به مکانی برای اعتراض به ممنوعیت ورود زنان ایرانی به استادیوم‌های ورزشی تبدیل بکنه. دریا صفایی با پخش پیراهن سفیدی که برای اون نوشته بگذارید زنان ایرانی به استادیوم‌ها وارد بشن، یه پلاکاردی هم درست کرده و بیشتر از 100 تماشاگر زن و مرد ایرانی و لهستانی هم به این کارزار با خودش همراه کرده. خبر دیگه‌ای که بحث داغ شبکه‌های اجتماعی بوده در مورد اینترنت بوده. غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته ماهواره فیسبوک و توییتر نباید در ایران آزاد بشه. این رقیب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 هم در مشهد گفته که برای حفظ آرامش فرهنگی در جامعه نباید ماهواره و اینترنت رها بشه و فیسبوک و توییتر آزاد بشه. اینم بحث دیگه ای بود. بله، من بعد از محسن از سوئد، علی از ترکیه و آقای عباسی از تهران هم تشکر کنم، هم عذرخواهی که فرصت نشد بیان روی خط و نظرشون رو بگن. امیدوارم که این بحث رو در شب‌های دیگه بتونیم در برنامه‌های دیگه ادامه بدیم. ایران بعد از انقلاب تعداد امامزاده‌هاش به 10,000 رسید، از 1,000 به 10,000، 72,000 تا هم مسجد داره با یک سرانه بسیار بالا، اما هنوز میگن که باید مسجد ساخته بشه.
به نظر نظر شما چه نظری دارین؟ از همین الان میتونین از طریق پیامگیر برنامه 202-382-7205 تماس بگیرید و نظراتتون رو برای ما بذارین تا فردا در برنامه منعکس بشه. تا فردا شب بر همه شما خوش. تا فردا شب روز شبتون خوش.